سلام و وصی مهر بر شما مبارک. میهمانان گرامی امشب ما دو اشرفی هستند، دو همرزم، مادر و فرزند مجاهدی که علاوه بر پیوند خونی یک پیوند آرمانی هم دارند. هر دو برای آزادی میهنشون قدم در مسیر مبارزه گذاشتن. با ما همراه باشین، با این گفتگو باهاشون آشنا بشیم و خلاصه بتونیم گوشه ای از دنیای این دو مجاهد رو خدمت شما هم. بله، در خدمت پایی و فرزند مجاهدشون احسان طلانی عزیز هستیم. خیلی خوش آمدید، به سی مهر بر شما مبارک. سلام و عرض ادب دارم خدمت خواهر مریم عزیزم که این روزای خود خواهر مریمه. همینطور سلام دارم به خواهر برادرای اشرفیم که این روزا خیلی پرجوش و خروشن. ایام سی مهر، خسته نباشید، بهتون خیلی خیلی تبریک میگم. همینطور به تمام هم وطنانم، چه در خارج کشور و چه در داخل کشور ستم دیدم، و همه شون سی مهر رو تبریک میگم. بله، کامل دیگه شما همه بینندگان سیما آزادی رو به قول معروف با همه شون این ایام سی مهر و هفته سیمرغ رو تبریک گفتین. خیلی متشکرم از شما. شما احسان جان؟ من همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت بیننده محترم برنامه‌تون و ایام سی مهر و این روزا رو به خصوص به همه‌شون تبریک میگم. زنده باد. ممنون از شما. خب اول برای اینکه ما هم من بیشتر آشنا بشم و هم دوستان بینندمون، شما برای ما بگید که کدومتون زودتر به شهر اشرف اومدین و خلاصه در یک کلام اشرفی شدید؟ من با کمال افتخار باید بهتون بگم که احسان پیشگام توی این مسیر بود، باعث افتخار و غرور منه. من البته این بیان کاری بود که خود مادر انجام دیگه، والا فرزا خودم طبعا نمی، بالاخره این شناختی که تو کشف کردی، شناختی که داشتم ناشی از مادرم بود که خلاصه از همون بچه که تو گوش ما میخوند. زنده با شما. بله بفرمایید خانم صفایی. به واقع من بار اولی که اشرف اومده بودم با احسان به عنوان مهمون اومده بودیم اشرف، که احسان با اصرار فراوان که من وقت مناسبات مجاهدین رو دید که من دیگه نمیتونم برگردم ایران، من دیگه نمیتونم برگردم، هرچی اصرار میکردیم که خب سنت کمه نمیشه مناسبات چیده، من گفتش که من میرم جلو در اشرف میمونم تا سازمان منو بپذیره. با اصرار تمام احسان اشرفی شد و من هم به این افتخاری که احسان کسب کرد من افتخار فراوان. بعد شما همون موقع وقتی که احسانمون برگشتیم، من برگشتم رفتم ایران نه. ولی احسان رو حرفش ایستاد و اشرفی شد. بسیار خوب. احسان الان مادرم اشاره کرد که تو سن و سال کم بود اون موقع، حالا چی شد حالا تو اون سن کم خب میموندی میرفتی برمیگشتی درس و مشق میخوندی خلاصه کاروباری اینا، بعد تو یک زمانی برمیگشتی چی شد تو اون سن کم؟ همون موقع که داشتم انتخاب میکردم و تصمیم هم میگرفتم، بارها تمام تابلوی که جلوششم متصده بود و بهش فکر میکردم خلاصه چیکار کنم، چون میدونستم از قبلم انشاف داشتم که بالاخره مبارزه جدیه و نمیشه به همین سادگی انتخاب کرد. ولی وقتی این تصویر همون همکلاسی که داشتم یا همون بچه‌ای که میدونم اصلا امکان درس و مشق ندارن، خیلیشون تو همون سن کم می‌نفس سر کاری که همین الان تصاویرش می‌بینیم همیشه از مادری پخش میشه، همواره این جلو چشم بود که بالاخره یعنی من میتونستم مسئله من حل بود که برم دنبال درس و مشقم، ولی همیشه سوالم بود یعنی واقعا من این چیزا رو ببینم و این رو بفهمم که جام اینجاست، باید یک کاری برام بکنم ولی بعد برگردم برم دنبال درس و مشق خودم، یعنی آیا این از من پذیرفته شده است؟ اول از همه خودم چطوری بتونم به این چیزی که فهمیدم پشت بکنم؟ برای همین بود که اون چیزی که دیدم، اون چیزی که فهمیدم، چون میدونستم بالاخره یک ظلمی داره روا میشه، این حاکمیت درست نیست، اینو فهمیده بودم، همین هم برای من کافی بود، چون میدونستم که بالاخره اگر بخوام کاری بکنم، اگر بخوام نقشی داشته باشم، بخوام تاثیرگذار باشم روی این شرایط، بهترین انتخاب برای من موندن اینجا.